پانزدهم مرداد ماه 1395 خورشیدی و پنجم اوت 2016 میلادی. امشب 25 سالگشت ترور و قتل فجیع دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب است. شاپور بختیار در پاریس در منزل شخصیش کشته شد. سروش کتیبه منشی او هم که تنها کسی بود از نزدیکان بختیار که اون موقع خونه بود، او هم به دست تروریست های جمهوری اسلامی کشته شد. خب پرده آخرم در آخر برنامه خواهیم داشت. ببینید، بذارین من فقط اشاره مختصری بکنم به جریان ترور، چون قبلا هم درباره تروریست ها هم درباره ترور دکتر بختیار برنامه هایی داشتیم. من مختصر برای اینکه در واقع مقدار به روز کنیم موضوع رو و جمع کنیم در یک برنامه، اشاره میکنم فقط به جریان ترور تا بعد بتونیم تمام وقت رو در خدمت آقای دکتر منوچهر رزمارا باشیم، وزیر بهداری دولت دکتر بختیار و نماینده دکتر بختیار در دیدار با آیت الله خمینی. داستان این بود که ترور رو عرض میکنم که سال 1359 در ادامه کشتارهای دست جمعی و ترورها و آدم ربایی ها و اعدام هایی که همه به اسم انقلاب و به حکم خمینی انجام شده بود و میشد، یک تروریست لبنانی به اسم انیس نقاش در هماهنگی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میره پاریس، بختیار رو بکشه، برگرده ایران. خودش در مرداد 1387 به خبرگزاری فارس، خبرگزاری سپاه پاسداران در تهران گفت حکم اعدام بختیار در دادگاه انقلاب صادر شد که امام رضی الله عنه هم آن را تأیید کردند. من به بچه های سپاه گفتم که من تجربه کار عملیاتی دارم و این کار را بر عهده میگیرم. عکسی هست که حالا میبینید که بله، این عکس همون موقع است، قبل از ترور، که زیرش نوشته دیگه، از راست محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه در سال 58 که سرلشکر رضایی که میدونید دیگه که میخواست رئیس جمهور هم بشه. انیس نقاش تروریست لبنانی و مجری اولین عملیات ترور شاپور بختیار بغل محسن رضایی، سید محمد صالح الحسینی مسئول وقت روابط خارجی سپاه و دست چپی هم که جناب محسن رفیق دوست مسئول وقت پشتیبانی سپاه بود، بعد شد نمیدونم بگذاریم در رفیق دوست زیاد صحبت کردیم، نمیخوام دیگه قاطی بکنیم موضوع رو، که از بنیاد مستعصب سپاه میرسه به بنیاد مستضعفان و بعدا هم میرسه به اون ماجرای دختر فروشی به امارات و این داستان ها و مسائل دیگر. خب انیس نقاش میره فرانسه، دنبال انجام ماموریتش بوده بعد از اینکه خمینی حکم میده. همزمان خلخالی به خبرنگارا میگه ما کماندو فرستادیم پاریس که بختیار رو اعدام کنن، یعنی علنی میشه قضیه. انیس نقاش تو همون مصاحبه میگه قضیه رو خلخالی که علنی کرد، نقشه ترور به هم خورد. بعدم به گفته خودش، البته این نمیخواسته که برگرده، میخواسته کار رو به قول خودش تموم بکنه، عقب میفته نقشه تروری مقدار، بعد میخواد عجولانه این کار رو انجام بده که موفق نمیشه، یک پلیس فرانسه و یک شهروند دیگر فرانسوی، یک خانم فرانسوی کشته میشن. انیس نقاش هم دستگیر میشه، حبس ابد میگیره، اما بعد از 6 سال تو معامله فرانسوی‌ها با ایرانی‌ها سر گروگان‌های فرانسوی در لبنان، حزب الله گرفته بودشون، آزاد میشه و انیس نقاش برمیگرده ایران. ولایتی وزیر خارجه بود و عامل اصلی این مذاکرات و آزادی انیس نقاش که میرم اینا رو قبلا در برنامه ها گفتیم. امروز رسانه های حکومت و مشخصا سپاه، یعنی هم خبرگزاری فارس و تسنیم و اینها، انیس نقاش رو کارشناس مسائل خاورمیانه و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک عمان در ایران معرفی میکنن. حالا اینا همه عنوانه، در واقعیت انیس نقاش سالهاست در تهران به کار پردرآمد برج‌سازی مشغوله، یه دفتر پرزرق و برق هم داره در شمال تهران، یکی از برجای بزرگ تهران هم مال اونه. برنامه ترور بختیار فعلا عقب میفته دیگه، بعد از اینکه انیس نقاش میفته زندان و لو میره قضیه. حکومت روی دو نفر در همون اوایل انقلاب به ویژه خیلی حساس بود، از این نظر که ای وقت کودتا نکنن، یار یکی دکتر بختیار بود، یکی تیمسار اویسی.
تیمسار غلامعلی اویسی در 18 بهمن 1362 در پاریس به همراه برادرش غلام حسین اویسی با شلیک گلوله به سر ترور میشه و کشته میشه. گروه لبنانی جهاد اسلامی به رهبری عماد مغنیه مسئولیت این عملیات رو به عهده میگیره. عماد مغنیه که دیگه همه حزب اللهیای ایران میشناسنش. عماد مغنیه بعداً در حزب الله لبنان میشود فرمانده نظامی، فرمانده عملیات نظامی حزب الله لبنان. این عکس رو ببینین، 25 بهمن 93 منتشر کرده روزنامه مشرق در تهران و بالاش نوشته این عکس که برای نخستین بار توسط مشرق منتشر می شود حاج عماد مغنیه را در دیدار با پیشوایش رهبر معظم انقلاب اسلامی به تصویر کشیده است. عماد مغنیه به عنوان تروریست بین المللی در بمبگذاری سفارت آمریکا 4 سال بعد از انقلاب ایران، حمله به ستاد نظامی اسرائیل در لبنان و سفارت اسرائیل در آرژانتین 13 سال بعد از انقلاب ایران در سال 1992 و انفجار در مرکز همیاری یهودیان در بونس آیرس آرژانتین 15 سال بعد از انقلاب ایران، تو همه اینا نقش رهبر عملیات رو داشت و 20-25 میلیون دلار هم برای گرفتن جایزه گذاشته بودن سازمان‌های بین‌المللی و آمریکا به خصوص. و سال 1386 در دمشق کشته میشه. باری ترور دکتر بختیار میره تا سال 1370. دکتر بختیار تشکیلاتی ایجاد کرده بود در خارج از ایران به اسم نهضت مقاومت ملی ایران. دکتر عبدالرحمن برومند نزدیکترین کسی بود که همیشه با دکتر بختیار همراه بود. جمهوری اسلامی اول میاد در 29 فروردین 1370. عبدالرحمن برومند رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران رو در مقابل آسانسور ساختمان محل سکونتش در پاریس ترور میکنه، با چاقو میکشنش دکتر برومند. 3.5 ماه بعد در نیمه مرداد 1370 دکتر بختیار رو میکشن. روایت ها مختلفه چون قاتلان هنوز اعتراف نکردن به چگونگی این جنایت. قاتلان به کدوم جنایت اعتراف کردن؟ یکی از شایع‌ترین روایت‌ها این است که چند روایت، یکیش اینه که علی وکیلی راد، محمد آزادی، هر دو سپاهی 8 مرداد یه هفته قبل از جنایت گذرنامه‌هاشون رو تحویل می‌گیرن، از طریق استانبول وارد فرانسه میشن و فریدون بویراحمدی که سالها عضو نهضت مقاومت ملی بود و در پاریس بود و خونه بختیار رفت آمد داشت، اونا رو در هتلی مستقر می‌کنه و این دو نفر و بویراحمدی و بس افراد دیگه ای مثل اکبر خوشگوش که همه جا با افتخار میگه این ساعت مچی که به دستمه مال شاپور بختیاره، که یعنی وقتی کشتیمش از دستش وا کردم و اینو بستم یادگاری، یه همچین جانی جنایتکار وحشتناکه. به هر حال حالا خوشگوش بوده یا نبوده، بعضی میگن 9 نفر بودن، بعضی میگن 11 نفر، بعضی میگن به هر حال همون 3 نفر بودن. بعد از ظهر روز 15 یا 16 مرداد دکتر بختیار و منشیش سروش کتیبه در منزل بختیار سلاخی میشن با کارد آشپزخونه. یکی از قاتلا دستگیر میشه، علی وکیلی راد، حبس ابد میگیره و بعد از 19 سال باز بنا به خبرهای غیررسمی با یک شهروند فرانسوی خانم کلوتید ریس که در ایران بازداشت شده بوده مبادله میشه. وقتی هم علی وکیلی راد برمیگرده ایران تو فرودگاه امام خمینی ازش استقبال رسمی میشه و هم جلالی نماینده مجلس و هم قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه میرن استقبالش. بله، در خدمت آقای دکتر منوچهر رزمارا هستیم، وزیر بهداری دولت دکتر شاپور بختیار. آقای دکتر رزمارا خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. آقای فلاحتی درود بر شما و درود به تمام هممیهنان و بینندگان و شنوندگان وایس آف امریکا و تلویزیون امریکا و صدای امریکا. درود بر شما. آقای دکتر، فریدون بویراحمدی رو من بزنین همین بر اساس توضیحات کوتاهی که عرض کردم ازتون سوال بکنم. فریدون بویراحمدی کی بود؟ چقدر میشناختینش؟ چون این عضو نهضت بود و حتما دیده بودینش دیگه شما در پاریس. چندین دفعه رو دیده بودم، چون متاسفانه به اون عکسایی که خدمتتون فرستادم به من وقت کردید که ببینید، این رو با دسیسه ای از کنم که خود مرحوم عبدالرحمن برومند این رو وارد نهضت مقاومت ملی کرده بود
که این رو به غیبت جان خودش هم بعد همطور که اشاره کردید سه ماه و نیم قبل از زنده یاد بختیار ایشون رو در مقابل آسانسور منزلش از بین بردن. این در حقیقت باید خود برگردیم به عقب آقای فلاحتی، بعد از این نافرجام ماندن اون ترور اول دکتر بختیار در 1359 یعنی 1980 اینها از همون زبان، چون در اون لیستی که اینا داشتن یکی از کسانی که میبایستی حتما از بین بره دکتر بختیار بود، چند نفر دیگه بودن، شادروان ارتش بود، اویسی بود، شادروان ناخدایکم شفیق بود، یه تعدادی بودن اینها رو تصمیم گرفت بودن از همون زمانی که خمینی وارد ایران شد و دولت دکتر بختیار تشکیل شد اینا رو بایستی از بین میبردن. از سال 1983 بعد از اینکه اون سوء قصد اول نافرجام موند و انیس نقاش رو اینجا دستگیر کردن، انیس نقاش به حبس ابد محکوم شده بود با یک مدت 18 سالی که میبسته بگذرونه، منتها با زد و بندهایی که کردن زمان میتران و وزیر خارجش آقای رولان دوبا که خیلی با این آخونده رابطه نزدیک داره و خیلی سیبیلش هم حسابی چرب میکردن، این رو میتران بخشید ولی 8 سال در زندان مونده بود، نه 6 سال. وقتی که انیس نقاش برمیگرده به ایران بهترین راهنمایی رو او میکنه، یعنی او میگه که در حقیقت دیگه امکان کشتن بختیار خارج از منزل نیست، چون اتومبیلش اتومبیل زرهی بلنده هست و بعدم پلیس و اینا خیلی مواظبش هستن، بختیار رو باید در منزلش از بین برد. از همون سال 1983 اینها از یاسوج، اون سپاه پاسداران مستقر در یاسوج، در اون کمیته انقلابی یاسوج، اونجا شروع میکنن به اصطلاح برنامه ریزی، به علت اینی که از همون زمان اینها این بویر احمدی رو نشون نکرده بودن وزیر نظرشون بوده و چون متاسفانه یکی از اشتباهاتی که شد یه تعدادی از این قشقایی ها و عرض کنم این بختیاری ها و اینا وارد نهضت مقاومت ملی شدن، این توطئه رو چیدن که خورده خورده این بویر احمدی رو وارد دستگاه بکنن. آمد به پاریس و اینجا مستقر شد، یه شغل ظاهری سیمکشی و اینا داشت. این رو عرض کنم که مرحوم عبدالرحمن برومند این رو وارد نهضت مقاومت ملی کرد تا جایی که حتی این عضو علل بدل شورای نهضت مقاومت ملی خب شد. در آخرین جلسه همین جای دکتر فرمایشتون یادتون نره، این که فرمودید قشقایی ها و بختیاری ها، منظورتون مشخصا چیه؟ منظورتون اینه که منظورم که قوم بختیاری یا قوم قشقایی رو ما اینجا زیر ضربه نگیریم؟ منظورتون افراد است که رو همشهری بازی خلاصه با دکتر بختیار، چون ایشون بختیاری بود؟ بله بله، هیچ نظر خاصی نداشتم، چون به هر حال هم دور که اشاره کردید اینا کسانی بودند که واقعا ایرانی های وطن پرست هستند، ولی اینها در حقیقت چون یکی از مثلا محورهای فعالیت های بختیار روی این اقوام بختیاری و از کنم روی این عشایر ایران بود، اینها از اونجا این فکر کردن و این بویر احمدی رو از اونجا شناسایی کردند و فرستادن اینجا، به ترتیبی که در آخرین جلسه شورای نهضت که در حقیقت 10 روز یا 12 روز قبل از کشتن بختیار تشکیل شد، بویر احمدی تو اون جلسه عرض کنم که نشسته بود. اینها میبینید که آقای فلاحتی روی یک برنامه واقعا شیطانی و یک برنامه خیلی مدونی که در یک سازمان، یک لوجستیک خیلی وسیعی، چه از نقطه نظر قسمت مالی در 6 یا 7 میلیون دلار اینا سرمایه گذاری کرده بودن و بعدم تعداد خیلی زیادی از جوانب مختلف از سازمان‌های
جمهوری اسلامی در این امر شرکت کرده بودند. اون قسمت مدیر کل مخابرات از کنم هندی برای این همین اونم جزء این کسانی بود که در دادگاه بختیار از کنم گرفته بودنش، سفیر بود گویا، بله سفیر بله اینجا در پاریس بود، تبعید نبود، این از قمخیش های خود خمینی بود، چون خمینی چندین نیمه برادر داشت، یکی از نیمه برادرش یکی پسندیده بود، یکی هندی بود. نه عرض بکنم که آقای هندی که اسم کوچیکش الان یادم نیست، شاید در ادامه برنامه من بگم داشته باشم، هندی اون موقع سفیر فرانسه بود. نه سفیر مسئول... نه سفیر نبود، این مسئول تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی در پاریس، در پاریس بود. بله بله بفرمایید، که با حسین شیخ خطار ارتباطش. بله بفرمایید. حسین شیخ خطار و اینا بله. این نیست که تعداد واقعا در جلسه محاکمه، چون من رو دادستان به عنوان نزدیک دکتر بختیار و کسی که به حال به مسائل نزدیک بوده خواسته بودن و من در جلسه محاکمه شرکت کردم، اونجا یه چیزی در اطراف 20-25 نفر اسمشون رو عرض کنم که بردن و در اون جای متهمین هندی بود، این وکیل ایراد بود و عرض کنم اون شیخ خطار بود. توجه کردید؟ بله. اینا اونایی بودش که اینجا تقریبا تحت نظر بودن، گرفته بودن و اینا رو توی محاکمه. بقیه دیگه کسانی که اسمشون بود همه غایب بودن، ولی مجرم شناخته شده بودن و دادستان اتهام همه شون رو از کنم که به طور رسمی خوند. به هر حال کلامو کوتاه بکنم، بوید احمدی آمد اونجا، این در حقیقت مثل اون اسب تخوا معروف داستانهای تاریخی تخوا، این به اون به صورت اون اسب اونجا توی منزل دکتر بختیار آمد و رفت داشت و تمام سیمکشی های منزل بختیار رو به صلاح که تعمیر میکرد و اینا حتما وسایل شروع در گذاشته بودن و حال این توپ در داخل منزل بختیار بود. اون روزی که این اتفاق افتاد روز سه‌شنبه بود، 6 اوت 1991، من ساعت 3:30 به یه دلایلی کار داشتم با دکتر بختیار تلفن کردم بهشون، گفتش که فلان چند روزی که ندیده به تو اینا، گفتم هر وقت بفرمایید من میام. گفت من امروز 3-4 نفری میان دیدار، من بذار اینا بیان برن من تلفن کن و بعد بیا. از ساعت 5 به بعد دیگه آقای فلاحتی، هر کسی دیگری از نزدیکان بختیار، حتی خانومشون که عکسشون هم براتون فرستادم، تلفن میکنن، تا این گوشی رو گذاشته بودن کنار و جواب نمیداد. از همینجا نگرانی ها عرض کنم که شروع شده بود. حالا اگر بقیه سوالاتونو بفرمایید، از همینجا کاملا روشن میشه که چگونه پلیس فرانسه هم من غیر مستقیم در این ماجرا در حقیقت یه شرکتی داشته. خب بذارین قبل از اینکه ماجرای پلیس فرانسه رو بفرمایید، من باز روی تروریست ها میخوام یه مقدار تا اونجایی که میشود مکس بکنم. این آقای بویراحمدی رو که شما چند بار دیدینش، رفتارش، این میخوام ببینم که هرگز حد زده نمیشد که این آدم ممکنه ارتباطاتی داشته باشه، یا اینکه رفتارش کاملا و مسئولیتش چی بود اصلا توی نهضت که در اون مسئولیت رفتارش مثل خود شما بود؟ یعنی چی به عنوان اصلا و ابدا این مسئولیتش این بود که این سازمان، ببینید آقای فلاحتی، یکی از بزرگترین اتفاقات بدی که برای دکتر بختیار افتاد و واقعا اگر گفته میشد میتونه آدم بگه به عنوان عضو نهضت مقاومت ملی و نزدیک دکتر بختیار اگر واقعا یه شکستی خورد، در این مرحله شکست خورد، یعنی در نهضت مقاومت، این سازمان نهضت مقاومت ملی بسیار بسیار بدون سازماندهی صحیح بود. هر کسی که تونست که بیاد آمد و به خصوص از خودم همونطوری که اشاره کردم مرحوم عبدالرحمن بروبند یه مقداری که به قیمت جان خودش هم تمام شد در این ماجرا مسئولیت داشتن. یه مقدار افکار بختیار این بود که بایستی که عوامل نسبتا جوان وارد بشن
و از تمام گروه ها باشن و به خصوص یک سری از اشخاصی که سابقا با اون نظام گذشته ایران سرخوشی نداشتن، یه تعداد 7-8 نفری هم از این گروه کنفدراسیون اینا راه پیدا کردن. حالا ببینید که در حقیقت این یک سازمانی بود که خیلی گلگشاد بود با آدم های نابابی وارد شدن، از جمله همین بویر احمدی. این نه، یه رفتار خیلی معمولی داشت، آدمی نبود، میومد اون گوشه ها میشست و اینا، خیلی هم به بختیار اظهار همون مثل به اصطلاح ایلیاتی خیلی اظهار احترام و اینا میکرد. چند سال توی اون تشکیلات بود آقای دکتر؟ این در حقیقت یه چیزی در حدود 8-9 سال در اون تشکیلات بود، به خصوص این 3-4 سال آخر. خب بفرمایید، در پیوند با نقش پلیس فرانسه یا همکاری پلیس فرانسه، نمیدونم آنچه که به هر حال برداشت شما سال عرض کردم، من روایت های مختلفی هست، بفرمایید آقای دکتر. عرض کنم اگر جناب عالی یکی دو تا از اون روایت رو بگید که من روی اون بهتون بگم. ببینید، تا حدود سال 1989 ده سال بعد از انقلاب، بله بله، تا اون موقع دکتر بختیار خیلی جدی حفظ میکردن، خیلی جدی، یعنی مرتب 8 پلیس مسلح در اطراف این ویلای سورن اونجا بودن که در قسمت وقتی وارد میشدید اگر عکسایی باشه از پله‌ها که میومدید بالا، اون قسمت همکف که مثل زیرزمین بزرگی بود، سیرسا اونجا بودن با اسلحه هاشون اینا و تمام به اصطلاح وسایل مخابراتیشون اینا. 4 نفر اونجا بودن، 2 نفر جلوی در بودن، 2 نفر دیگه در اون قسمت پشت به اصطلاح منزل که حائل بود با منزل دیگری اونجا کشیک میدادن. اینا خیلی خیلی بختیار رو از خودم حفظ میکردم، به ترتیبی که برای مثال خدمتتون عرض کنم، من که از اون کسانی بودم که به هر حال به مرتب رفت و آمد داشتم، حالا زور شب یا اینا، گاهی از اوقات آقای ولایتی منم میگشتن، یا حتی گاهی اوقات که لازم بود دکتر بختیار رو یه امتحان قلبی و طبی بکنم، دستگاه‌های منم میگشتن. یعنی خیلی خیلی جدی بود، توجه کردید؟ ولی از حدود 1989 دیگه، وقتی که این آقای دوما شروع کرده بود روابطی داشته باشه با ایران و رفته بود چند دفعه به ایران و پولای هنگفتی هم بشتاده بودن و دفتری هم اونجا درست کرده بود، و یکی دو بار عرض کنم که فلاحیان آمده بود به پاریس در همون سال 1991 و ولایتی آمده بود اینجا. از اون موقع به بعد من حس کردم که این مواظبت و این باز به اصطلاح گشتن اشخاص یک کمی شل شده بود. البته در این ماجرا متاسفانه شادروان، حالا باید بگم شادروان پسر بختیار گیو که مسئولیتش نگهداری پدرش بود، چون گیو کمیسر پلیس فرانسه بود و این رو گذاشته بودن به خصوص مسئول حفظ پدرش، این خیلی خیلی عدم کفایت از خودش نشون داده بود، خیلی دلسوزی نمی کرد، این می بایسته که تمام روز اونجا می بود. و از سالهای اولی هم که من وقتی که از ایران تونستم مهربان خارج بشم آمدم اینجا، گیف هر روز اونجا بود وقتی من می رفتم و پشت بغل اون جایی که بختیار این ملاقات کننده هاشو میپذیرفت، اونم اون طرف نشسته بود و اینا. این اواخر دیگه کاملا شل شده بود، توجه کردی؟ و گیو یعنی گیو هم کمتر میومد با گیو هر روز میومد، صورت کسانی که ملاقات تقاضا کرده بودن میداد به این واقعا این سروش منشی، بله واقعا منشی وفادار، این که این واقعا فدا شد این آدم، چون ببینید هر بلایی سر همه ما می اومد در حد چی بود، ولی این آدم اصلا مستحق همین چیز در 33 سال، هر حال هیچ کس مستحق سلاخی شدن نیست، صورت میداد به
بله اصلا این اینو فدا کرد، مجبور بودن اینو بکشن. توجه کردی؟ به هر حال میومد صورتو میداد به سروش، سروش هم سر ساعت این لیستا رو میداد پایین به اون سرسا، به اون پلیسایی که پایین بودن. اینها وقتی که وارد میشدن میرفتن پلیس یه بازجویی، یه به اصطلاح جستجویی از اینا میکرد، ورقه شناساییشون اینا رو میداد، قبلا تمام اینا رو میگشتن. این اواخر دیگه آی فلاحتی شل شده بود. اینا هم همون روز میان و تمام این مراسم انجام میدن و عرض کنم که میان به بالا، میان و بختیار تو اون جایی که دیدید، اون جایی که روی اون مبلی که نشسته کاناپه بود بغل دستش میان. و بارها من به دکتر بختیار تذکر دادم که آی دکتر شما اولا یک مطلقا مستقیم خودتون به تلفناتون جواب ندید، و بعدم هر کسی که میاد شما رو میبینه رسم الفبای مواظبت اینه که شما همراه این باید برید تا دم در که این از در بره بیرون ببینه. متاسفانه خود دکتر بختیار هم رعایت این موازین به اصطلاح مواظبت امنیتی رو نمی‌کرد. به هر حال اینها اون روز، روز سه‌شنبه در اطراف ساعت 4:15 میان و طبق قرار قبلی میان پلو دکتر بختیار، میان پلو دکتر بختیار سه نفر از کنم این وکیل ایراد بوده، اون محمد یکی اینات، اینا اسامی کاملا مستعاره، اینا اسامی واقعیشون چندین اسم دارن، و بعدم بوی رحمدی. اینا میشینن اونجا و به دکتر بختیار خب خیلی اظهار احترام اینها میکنن، و این در حقیقت از طرف عشایر و اینها گفته بودن که از به سلائیل بختیاری اونجا یه مقدار امکانات نظامی اینا وجود داره و یه نقشه ای هم آورده بودن، یه نقشه ای و همراه یه قاب خاتمی برای به سلائه هدیه ای که آورده بودن. اینها رو اصلا اینا میان اونجا میشینن، این بیچاره سروش واقعا میاد و برای اینا چای اینا میاره. پهلوی این اتاق پذیرایی آفیس هم اونجا بوده که سروش میره اونجا میشینه و اینا مشغول شد شروع به صحبت که میکنن. همین محمد آزادی، این محمد آزادی یه آدم قوی بوده، خیلی قدش در اطراف 1.90 یا 2، این در یاسوج به اصطلاح قصاب بوده، این گاوکش بوده، به ترتیب اینقدر قوی بوده که با مشت که تو سر گاو میزده گاو بیهوش میشده، یه همچین تیپ آدمی بوده. این بلند میشه که اون نقشه یا اون قاب خاتمی که بده با ضربه کاراته میزنه روی قسمت حنجره دکتر بختیار، این حنجره خورد میشه، دکتر بختیار آنن خفه میشه، یعنی بختیار دیگه این مطلبی که بعد گردنشو بریدن و اینا بختیار دیگه فوت کرده بوده، به خاطری که این حنجره که خورد شده بوده این به همون ثانیه همون دقایق اول خفه میشه. این رو درازش میکنن روی اون کاناپه و این بویر احمدی میدوه میره توی اون آفیس، به سروش میگه سروش بیا آقا حالش به هم خورده. بیچاره سروش هم دست پاچه میاد، این بویر رحمدی واقعا جانی کاردار ور میداره میاره، بعد اینا میفتن به جون سروش. سروش رو تیک تیک 9 ضربه چاقو، چون من برای این محاکمه که رفته بودن این کنتراندوی اتوپسی اینا رو برای من دادستان فرستاده بود که اینا رو من بخونم، 9 ضربه چاقو به تمام قسمت های حیاتی این واقعا سروش نازنین اینا زده بودن، که عکسش هم که خدمت رو فرستادم از کنم که میبینید. اینا وقتی که کار تموم میشه خودشونو میشورن، چون یه مقدار خون و اینا ریخته بوده، میان پایین و همینجا ببینید اینا بوید احمدی میره کارتای شناسایی، کارتاشون یعنی پاسپورتاشون هم که در حقیقت قلابی بوده و ویزاهاشون هم تمام قلابی بوده، اینا رو از سرسا میگیره و میره. این در حدود ساعت 4:45 بوده. از اون به بعد دیگه هر کدوم از ما تلفن میکنیم، این تلفن
اشغال میزده، یعنی اینا گوشی تلفن رو برداشته بودن، همه نزدیکان بختیار تلفن میزنه. من تلفن زدم، آقای مشیری تلفن زده، شریفی تلفن زده، خانم دکتر بختیار چند دفعه تلفن زده، عباس خلی شادروان، عباس خلی پسر عموی دکتر بختیار که وزیر اقتصاد بود، او تلفن میزنه. اینجا نگرانی ها شروع میشه. خانم دکتر بختیار تلفن میزنه به گیو. گیو از اینجا روشن میشه که از اول ماجرا اطلاع پیدا کرده. به خانم دکتر بختیار میگه هیچ نگران اینا نباشید، دکتر پدرم حالشون خوبه. این میشه دیگه تا ساعت 6 و اینا که این تلفن گرفته است، ناراحتی ها شروع میشه. در این ساعت خبری میرسه از لس آنجلس به یکی از اعضای جبهه نهضت مقاومت ملی، عبداللهی، اونم از نزدیکان بودش ولی نه مثل کسان دیگری یا مثل بوید احمد اینا، ولی اونم در سازمان نهضت بود. از لس آنجلس به عبداللهی تلفن میشه که ما شنیدیم از شیراز که دکتر بختیار فوت کرده. این تلفن باعث میشه که دو مرتبه با گیف تماس بگیرن. گیف میگه نه، پدر من از کلام حالش خوبه، در حالی که دکتر بختیار یه دو ساعتی بوده که از بین رفته. این جسدا میمونه آقای فلاحتی تا روز پنجشنبه صبح، چون به گیف اینا دستور داده بودن که تو مطلقا سکوت میکنی تا ما باید بگیم، و برنامه هم این بوده که جوری بکنه یعنی این قاتلا. اینا یعنی پلیس فرانسه؟ بله دیگه، پلیس فرانسه، وزیر کشور. بله. به گیف، به پسر بختیار کمیسر پلیس بود و محافظ، یعنی پست سازمانیش اون موقع محافظ پدرش بود. بهش دقیقاً این، یعنی اون استنباط من است که حقیقته، توجه کردی؟ بله. به او میگن که هیچ صحبتی نمی‌کنی تا ما بهت بگیم. و به این ترتیب این جسد تا روز پنجشنبه صبح اونجا میمونه، و روزهای چهارشنبه که این جعبه های مواد غذایی رو صبح ها میارن میذارن جلوی اون در منزل، و این بیچاره سروش میرفته میورده، این هم میمونه اونجا، و این پلیسی که اونجا نشسته بوده اصلا هیچ به رو خودش نمیاره اینا. و بعدم آقای فلاحتی، من خوب یادم سه شنبه 6 اوت 1991 پاریس و اطرافش خیلی طوفانی بود. این پنجره ها و اینا که باز مونده بوده هی به هم بیخورده، و من خوب یادمه ما وقتی میرفتیم اونجا گاهی اوقات یکی از این پنجره ها که باز بود، یکی از این پلیس ها سرسا میامد تذکر میداد به سروش که این پنجره تون بازه باید ببنده. عکس‌العملی، کوچکترین عکس‌العملی اینا از خودشون نشون ندن تا روز پنجشنبه صبح که اینا منتظر بودن که این سه نفر از مملکت فرانسه بیان بیرون، و تونسته بودنم عرض کنم که بیان بیرون. البته بوئیر احمدی در پاریس و در فرانسه مفقود شد، چون اینجا قبلا جاهای متعددی گرفته بود، یه همسر یا یک به هر حال خانم فرانسوی هم که باهاش زندگی میکرد عرض کنم که اینجا بود، او اینجا ناپدید بشه. این دو نفر دیگه میرن از مرز سوئیس رد بشن، اونجا این دوانیه سوئیس، پلیس به اصطلاح مرز سوئیس، مشکوک میشه به این پاسپورت های اینا و به این ویزای اینا، اینا رو برمیگردونه. اینجا برنامه پلیس فرانسه مثل این که یه شنی توی این مکانیزم ساعتشون بیفته، اینجا خراب میشه. ولا اگر که دوانیه سوئیس اینا رو گذاشته بود برن، اصلا کار به محاکمه و نمیدونم این چیزای بساطی که تا 1993-94 که دادگاه بختیار تشکیل شد اصلا نبود. اینها عرض کنم که میرن به سوئیس، میرن در ژنو، اونجا این ارتباط اینا قطع میشه، تلفن هایی که میکنند و اینها، و بعد در یکی از این گیشه های تلفن یه دفترچه یادشون میده که پلیس اینو میگیره و با نمره های تلفن. اون محمد آزادی به هر حال با کمک عوامل سفارت یا اینها موفق میشه ناپدید بشه، وکیل ایراد گرفتار میشه، میمونه توی ژنو به صورت تقریبا ولگرد، و فرداش
پلیس سوئیس این رو دستگیر میکنه و بعد تحویل فرانسه میده. این واقعیت قضایی بله. و بعد او حبس ابد میگیره و بعد از 19 سال آزاد میشه و عکسش هم دیدیم که حبس ابد و با چیز با 18 سال 18 سال. البته اینم خدمتتون میگم این 18 سالش گذروند. بله 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 18 سالش گذروند ولی طبق قانون فرانسه حق نداشتن یه همچی آدمی رو بلافاصله آزاد کنن و برسن ایران. و بعدم که جناب فلاحتی شما میبینید ماهیت صفاک و جنایتکار جمهوری اسلامی فرقی نکرده، یه سازمان عرض کنم که تروریستی، یه سازمان آدم کشی. شما ببینید این همین پذیرایی که از وکیلات کردن، حلقه گل به گردنش انداختن، 65 سال پیش قاتل شادروان تیمسار رزمارا، اون خلیل طهماسبی را مجلس شورای ملی اون روز به پیشنهاد جبهه ملی و شخص دکتر مصدق قهرمان ملی بهش خطاب کردن و این تیتر رو بهش دادن و بعدم آمدش بیرون و گل به گردنش انداختن اون آیت الله کاشانی. ببینید ماهیت جنایتکار و تروریسم حالا اسلامی اون درباره ترور همیشه همین بوده. درباره ترور نخست وزیر سپهبد رزمارا خیلی صحبت ها هست و مثلا اینکه علم گفته است به شاه، من فقط اینو بگم بگذنم هیچ ربطی به موضوع ما نداره، مثلا علم وقتی که بهش اطلاع میدن که سپهبد رزمارا ترور میشه میگه که خب، میره به شاه میگه که کلکش کنده شد. این داستانایی بود که از هر طرف گفته می شود و اینا. بحث حالا سپهبد رزمارا رو بزنین منفک کنیم از برنامه شب. بله امروز وقت اون رو نداریم، جلسه دیگه اگه اجازه می فرمایید. بله ببینید شما چند سال از کی دکتر بختیار رو می شناختین و چگونه اصلا آشنا شدین؟ چون شما هیچ وقت عضو نه نهضت آزادی بودین نه جبهه ملی بودین، حزبی نبودین، ولی دکتر بختیار همیشه حزبی بودن در واقع تا موقعی که پست نخست وزیری رو قبول کردن که حالا صحبت چه خواهیم کرد. خواهش میکنم. بله ببینید آقای فلاحتی خوب سوالی کردید. من خوشبختانه یکی از افتخارات من این است که هیچ وقت عضو جبهه ملی نبودم، که حتی من این جبهه ملی رو میگم جبهه ضد ملی. خب حالا اینا رو آقای دکتر این صفت رو من ازتون جسارتا خواهش میکنم ندین تو مصاحبه، برای اینکه خب جبهه ملی هم اون وقت باید یک برنامه بزنیم بشینیم سر ضد ملی و ملی بودنش صحبت بکنیم و این اتهامای به هر حال بدون بحث و نگیم تو برنامه بهتره. خواهش میکنم بفرمایید چه درباره افراد چه اشخاص. به هر حال نه من ولی متاسفانه حقایق، برای اینکه آقای فلاحتی دکتر بختیار واقعا قربانی این نادوستی و عدم همکاری دوستانش و جبهه ملی شد. برای این سیاستی بود که اون موقع اکثریت قاطع جبهه ملی تاییدش میکردن و خب اونا هم استدلالهایی برای خودشون دارن. ولی شما از کی میشناختین دکتر بختیار رو؟ حالا سر اون صحبت من عرض میکنم الان. بله. من ببینید من وقتی که تحصیلاتم، من اولین باری که من فرستادم به پاریس برای تحصیلاتم 18 سال نداشتم، وقتی برگشتم 32 سالم بود. من در سال 1342 برگشتم به ایران بعد از تحصیلاتم و کار پزشکی می شروع کردم، مطب خصوصی درست کردم و بعدم کم کم تدریس در دانشگاه رو شروع کردم تا به هر حال درجه استادی اینا رسیدم. دکتر بختیار من یک روزی یکی از همکاران قدیمی که حتی وقتی من خیلی به صلاح طفلی بودم منو معالجه کرده بودن، شادروان دکتر محمد غربی به من تلفن کرد، گفت یکی از دوستان هستن که میل دارن که بیان و شما یه چکاپ یه امتحانی از ایشون بکنید. ایشون آقای دکتر شاپور بختیار هستن. این در سال 1343 بود بسیگه و سکرتر من وقت گرفتن، آقای دکتر بختیار آمدن اونجا و من ایشون رو مثلا معاینه طبی کردم و امتحانات لازم ازش رو کردم. آشنایی من با شادروان دکتر بختیار از این ترتیب شروع شد. ولی همطور که خودتون اشاره کردید من هیچ وقت حزبی نبودم، عضو هیچ حزبی هم نبودم و بعدم سوالی که قبلا کردن و بعد نیست شما از شما قبل از این میکنی خودم جواب بدم،
من نزدیکیم غیر از اینی که سالها با دکتر بختیار به علت این تربیت و فرماسیونی که هر دومون در فرانسه به هر حال دست پرورده این مملکت بودیم، در 1357 آقای فلاحتی در مقابل هر ایرانی که احساس مسئولیت و یک احساس به هر حال وظیفه‌ای می‌کرد، در اون ماجرا هر ایرانی در مقابلش سه راه بود: یا بی تفاوت می‌شست، همینطوری که متاسفانه یک اکثریتی بی تفاوت نشستن و وارد نشدن برای اینکه به سرنوشت مملکتشون به اصطلاح اثر بگذارن و بی تفاوت موندن، عده دیگری که خیلی شدید عمل میکردن، راه خمینی رو میپیمودن. من علارغم اون گرفتاری، این پرانتز ببندم، در فامیلم به علت این جریان جبهه ملی، علارغم این من راه بختیار انتخاب کردم و آقای فلاحتی هیچ گونه پشیمونی هم ندارم. یعنی اگر من مجددا در دی و بهمن 57 بودم، بازم همین تصویر می‌گرفتم. این شناسایی من با دکتر بختیار بود و بعد تا تشکیل دولت دکتر بختیار ما دیگه خیلی 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 با هم مانوس شدیم و هر هفته چند نفری بودیم که به شمال تهران، به این ارتفاعات البرز، به توچال، کولکچال و پیازچال می‌رفتیم. در طول این مدت من واقعا کشیده شدم به مبانی اندیشه های بختیار، به خصوص لایسیته، دموکراسی و از خودم که به نظر دکتر بختیار واقعا هیچ ملتی، هیچ مملکتی راه سعادت رو بدون آزادی و دموکراسی نمیتونه طی بکنه. این جریان شناسایی من با شادروان دکتر بختیار. آقای دکتر رزمارا، خواهش می‌کنم مختصر تیتروار بفرمایید دکتر بختیار چه می‌خواست که شما جذب شدید؟ سوالتون تو وقتی چون گوش صداتون دکتر بختیار عرض کردم چه می‌خواست که شما جذب شدید؟ چه هدفی داشت؟ چه می‌کرد؟ چه می‌خواست؟ ایده‌اش چه بود؟ دکتر بختیار از همون سال‌های قبل از اینکه من برم، وقتی که جبهه ملی دوم تشکیل شده بود و اون تظاهرات جلالیه و اینها بود، خب دکتر بختیار با اون سیستم اون روز ایران به هیچ وجه اصلا نظر خوبی نداشت. چندین بار به فواصل مختلف دکتر بختیار به 4 یا 5 سال زندان رفته بود. به هیچ عنوانی با سیستم اتوکراتیکی که شاه فقید درست کرده بودن به هیچ عنوان موافق نبود. از این نظر شخص منم به دلایلش خودم و به دلایلی که منم به هر حال در اون فوان جوانی اومده بودم در یه مملکت واقعا دموکرات، چون فرانسه یه مهد دموکراسی است، حالا بگو بگو هست و حالا وضعش رو خود آشفته است به عدد موجود، ولی خب یه مملکت دموکراتیه و تاریخ این مملکت رو دیگه من به هر حال خیلی جذب شدم. من هم مثل بختیار فکر می‌کردم که ایران اگر که یک همچین رژیم، یک همچین نظم اتوکراتیکی داشته باشه، کارش به گرفتاری بکشه. از این نقطه نظر بود که من خیلی کشش پیدا کرده بودم به افکار دکتر بختیار و به خصوص این سکولاریسم و این لایسیته بختیار، که بختیار تز دکترای دتاش رو در سوربن روی همین مطلب سکولاریسم بحث کنم که ارائه کرده بود. از این نظر من خیلی به اون نزدیک شدم و بعدم یک فردی بود شجاع بود، یک فردی بود که میهن پرست بود، یک فردی بود که واقعا صراحت خیلی خیلی قابل توجهی داشت. اینها اون خصایصی بود که من رو جذب کرد به دکتر بختیار. حالا من در ادامه فرمایشات شما عرض میکنم که در خرداد برای اطلاع بینندگان، در خرداد 56، یعنی 18 ماه قبل از انقلاب بهمن، بختیار، سنجابی و فروهر نامه نوشتن به رهبران جبهه ملی، نامه نوشتن به شاه که جبهه ملی دوم که فرمودن، نامه نوشتن به شاه که در فضای اون روز نامه خیلی تندی بود، یک سال و نیم قبل از انقلاب 57 عرض میکنم، و تو اون نامه شاه رو مقصر تورم و بحران اقتصادی که داشت عمیق‌تر میشد معرفی کردن
بختیار و سنجابی و فروهر و از شاه خواستند که این عبارتش ترک حکومت استبدادی کند و به رأی اکثریت مردم گردن بذاره. بعد در سال 57 کاملا درست بعد سال 57 بعد از اینکه شاه به چند نفر از رهبرای جبهه ملی پیشنهاد تشکیل کابینه رو داد، به بختیار نزدیک نشد اول و هر کدوم به دلایلی نپذیرفتند یا شاه شرایطشون رو نپذیرفت، بعد به هر حال رفت سراغ دکتر شاپور بختیار، با اون مذاکره کرد که اجازه بدید کوتاه هم بخونم. یروان ابراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته است در همین باره: بختیار از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی با ارائه شرایط هفتگانه پذیرفت که ریاست یک دولت غیر نظامی را به عهده گیرد، چون ازهاری نخست وزیر بود دیگه، در واقع دولت نظامی بود که گفت ریاست یک دولت غیر نظامی را من به عهده میگیرم، این هفت تا شرط رو دارم. شرایط افغانه اینها بود: شاه از کشور خارج شود و تعهد کند که از این به بعد سلطنت نماید و نه حکومت، انتخاب وزرا منحصر به نخست وزیر باشد، یعنی شاه نه یا تحمیل بکنه، ساواک منحل شود، زندانیان سیاسی آزاد شوند، شرایط آزادی مطبوعات فراهم شود، بنیاد پهلوی به دولت منتقل شود و کمیسیون شاهنشاهی که در تمام امور دخالت میکرد حذف شود. این شرایط بود. شاه با قبول تمامی شرایط بختیار در نهم دی ماه 1357 او را به نخست وزیری منصوب کرد. بختیار دولت خود و برنامه آن را در 20 دی 1357 به مجلسین، مجلس شورای ملی و سنا معرفی کرد. 6 روز بعد در 26 دی 57 بختیار به همراه وزرایش با 149 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجلس رأی اعتماد گرفت. تنها دقایقی پس از اخذ رأی اعتماد، محمد رضا شاه که در فرودگاه انتظار می‌کشید به همراه فرح پهلوی از کشور خارج شد. دولت دکتر شاپور بختیار 37 روز دوام آورد. 22 بهمن همه چیز دگرگون شد. آقای دکتر، ما فرصت 2-3 دقیقه بیشتر نداریم برای برنامه امشب. من میخوام ازتون خواهش بکنم که ازتون دیگه سوال نمی کنم، میدونین، برای اینکه میترسم حرفا نصف نیمه باشه و بعد به هر حال بهتر این است که کامل صحبت کنیم. من میخوام ازتون خواهش بکنم که هفته آینده، جمعه آینده همین ساعت باز در خدمتتون باشیم که هم به چگونگی تشکیل جلسات دولت دکتر بختیار که شما عضو کابینش بودین بپردازیم، هم به نقش فردوست در ماجرای کابینه و چگونگی اعلام بی‌طرفی ارتش بپردازیم، در ارتباط با هم به هر حال اشاره‌ای داشته باشیم به نقش هایزر فرستاده آمریکا به ایران که بی خبر از شاه و بختیار گفته می‌شود که به ایران آمدن فقط برای اینکه سازش بین در واقع برای اعلام بی‌طرفی ارتش قانع کنن فرماندهان و مسائل دیگه. ببینید اینها همه مربوط به دولت بختیار میشه و اینکه اصلا کار چجوری پیش می‌رفت و چه کاری پیش می‌رفت در اون دولت 37 روزه دکتر بختیار، اون صحبت ها بسیار مهمه و از همه مهمتریه یا شاید یکی از نکات بسیار مهمی که هفته آینده ازتون خواهش میکنم توضیح بفرمایید که میگم کوتاه نباشه، الان 2 دقیقه دقیقا تا پایان برنامه وقت داریم. نکته ای که من اینا رو دارم میگم در واقع برای اینکه داغ کنم قضیه رو برای هفته آینده، که ملاقات شما با آیت الله خمینی در نوفل شاتوی پاریس که به نمایندگی از دکتر بختیار شما آمدید به پاریس و خب این در خبران پخش شد، نوفل شاتو آیت الله خمینی رو دیدید، این که در اون ملاقات چه گفته شد، بختیار از شما چه خواست که به خمینی بگید و خمینی به شما چه گفت که به بختیار برگردید، این رو میتونید. و بعد آقای دکتر من فقط میتونم این سوال ازتون بکنم، شما یک بار فقط با خمینی ملاقات کردید در نوفل شاتو و در ایران اون وقت با کی ملاقات کردین از کسانی که بعد شدن مسئول جمهوری اسلامی؟ با دکتر بهشتی زمانی که دکتر بختیار از من خواست که اون نامه‌ای که نوشته بودن که برای خمینی بفرستن، من اون نامه رو ببرم و با دکتر بهشتی 1.5 ساعت از خودم صحبت کنم. حالا برای اینکه وقت تموم بشه، جناب فلاحتی، من فقط اشاره بکنم اگر وقت هست، اون نامه‌ای که
سه نفر سنجابی فروهر به وقتی نوشتن این رو، چون من از بند خواست که من این رو در سطح دانشگاه پخش بکنم، در این جریان بودم. یک نامه بود که خیلی قرص و بکم، زمینی که به شاه خیلی احترام کردم، ولی تمام این مفادی که شما خوندید عیناً اونه. این نامه هست و متاسفانه جواب این نامه آقای فلاحتی اون ماجرای کاروان سراسنگی نزدیک کرج شد که تظاهراتی که جبهه ملی و حزب ایران تشکیل داده بودن ریختن چوب دست به دستای ساواک و حجبر یزدانی، کتک مفصلی به همه اینا زدن که بختیار صدمه خیلی زیادی دیده بود که دست شکسته بود و قرارم شده بود که اصلا او رو اون روز بکشنه و شانس آورده بود بختیار با کمک چند نفر از دوستان از یه دیواری بپرن و برن. منو از بیمارستان مهر خواستن که برم و به عیادتی از دوستم بکنم. وقتی که بختیار رفتم دیدم آقای فلاحتی یک گله پوست سفید دیگه در بدن این آدم نمونده بود، اونقدر اینه زده بودن که تمام بدنش کرد. حالا در حال این پرانتز میاد، یک سال و نیم قبل از انقلاب بهمن این اتفاق افتاد. این اون نامه، این اون نامه است که به امضای سنجابی اینا همین پیشنهاد کردی و اگر در اون موقع شاه فقید واقعا راه آمده بودن قبول کرده بودن اصلا سرنوشت مملکت عوض شده. اجازه بفرمایید هفته آینده در این باره صحبت کنیم. آقای دکتر منوچهر رزمارا، بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم. وقت ما رو به پایان است و در واقع تموم شده. خیلی ازتون ممنونم. تا هفته آینده، شبتون بخیر در پاریس. خب دیگه بریم پرده آخر. امام باقر علیه السلام بفرما قاعده جد من این بود، اونا قدشون خیلی بلند بود رو اسب از کمر می زدن، اونا معتدل بودن از وسط نصف بشه میکن همین دوتا تو این بسته‌بندی بشه که تکلیف هم روشن بشه. یه وقت متوسل شدن دیگه، اومدن این ملاعین بعد حمله به کربلا اومدن اونجا، یعنی یه اسب سوار اومد بیرون دوست و دشمن نوشته، صورت بسته از می اومد، یه عده رو از کمر می زد یه عده رو نصف می کرد. بعدن بعضی علمایی که بودن اونجا گفتن شیعه رفتن آقا این چه کسی بود ندیدیمش دیگه، گوی جنازه ها رو برید بکشید تا بگیم کی بودن. اینه کشته آقا قد بلندار از وسط از کمر می زد، اونم معتدل بودن از وسط دو طرفشون رو بکشید، نوشته کشیدن طرف راست و چپ یا اونه بالا پایین مو نمیزنه، یه مسقال به اندازه زده شده وزنا یکی. گفتن زاک مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل. هی شب روزگار.